دنیای کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید کتاب شاهزاده عقیم یا سوگلی حرم سفتر تمام روز را در منزل فراش باشی گذران و یکی دو مرتبه هم که با او برخورد کرد و گرفتار سؤالهای او شد به هر نحوی بود از دادن جواب سری خودداری کرد منتظر غروب آفتاب شد و یک ساعت از شب رفته که هوا خوب تاریک شده بود برای عملی کردن تصمیمش و رفتن به نزد نازنین و گفتن نتیجه مأموریت و گرفتن پول از خانه فراش باشی بیرون آمد. وقتی نزدیک فراش خانه شد میرزا اینو دین حکیم باشی را دید که به همراهی یکی از خاجه ها به طرف حکومتی میروند و صحبت حکیم باشی و خاجه جلب توجه صف در رای کرد. فهمید که میرزا این و دین را برای نازنین میبرند و موقع وضع حمله است سفتر چند بار پی در پی به بخت و اقبال بد خود لعنت فرستاد و بلا اراده در کوچه ها راه افتاد پس از ساعتی گردش و مقدار زیادی فکر یک مرتبه متوجه شد که مدتی از شب میگذرد و او در کوچه ها و پس کوچه ها سرگردان است به یادش آمد که چه وضعیتی دارد اگر الان شبگرد ها با او مواجه شوند قطعا حال خوشی پیدا نخواهد کرد. با عجله و شتابی که مخصوص این موقع است به یاد تصمیم سابقش افتاد و با خود گفت بالاخره من خیال داشتم که به منزل فراش باشی مراجعت نکنم حالا اگر نتوانستم نازنین را ملاقات کنم و پولی بگیرم رفتن به پناهگاهی را که فکرش را کرده ام اشکالی ندارد اینجا دستی در جیب کرد و اطمینان یافت که چند اشرفی و مقداری پول خورد در جیبش دارد اینها همان اشرفی هایی بود که سر سفره با پیرمرد تقسیم کرده بودند و او میتوانست تا مدتی با این پول ها زندگی کند بنابراین بلا فاصله به راه افتاد در بین راه چشمش به دکانداری افتاد که با عجله و از ترس مأمورین شبگرد مشغول بستن دکان خود بود سفتر جلو رفت و سلامی کرد و پرسید آیا خوراکی که بتواند آدم گرسنه ای را سیر کند داری یا نه؟ دکاندار نگاهی به او افکنده و چون تصور کرد با آدم گدایی که خیال کلاشی دارد مواجه شده با تغییر گفت برو بابا جان حالا دیگر وقت گدایی نیست الان فراش های حکومتی می رسند و هر دوی ما را به دیوان خانه میبرند سفتر دست را در جیب کرده یکی از اشرفی ها را بیرون آورد و جلوی چشم او گرفت در شعاع کم نور چراغ روغنی که هنوز در کنار دکان میسوخ چشم دکاندار به رنگ قشنگ سکه طلا افتاد. دستهایش که به سرعت مشغول جمع جور کردن بساط جلوی در دکان بودن از حرکت بازمان. بدون اینکه دیگر نگاهی به این مشتری آخر شب کند گفت حالا بگو چه میخواهی؟ سفتر گفت چون وقت گذشته هرچی داشته باشی به دردم میخورد. دکاندار گفت من برای خودم چند عدد نان خریدم ماست و پنیر و از این قبیل چیزها در دکان دارم آیا برای تو کافی است؟ سفتر گفت بله زودتر بده که ممکن است شبگردها ها برسن دکاندار گفت اما من پول خورد ندارم که بقیه ی سکت را بدهم سفتر گفت این هم مانه ندارد منزل من همین نزدیکی ها سکه نزد تو باشد بقیه اش را یا جنس میبرم و یا بعدن میگیرم دیگر مشتری بهتر از این آن هم آن وقتی شب پیدا نمی شد مرد دکاندار با سرعت هرچه تمام تر وارد دکان شد و از هر نخوراکی که به نظرش خوب می آمد مقداری برداشت و در لایه دو تا نان گذاشت آن را به دست سفتر داد سفتر همسه که را به او داد و گفت خواهشی که دارم این است که هر روز برای خودت نهار و شام تهیه می کنی. فکر من هم باش من باز هم از این سکه های قشنگ دارم و زحمت تو را بی اجرا نمیگذارم. گذارم. دکاندار خنده بلندی کرد و گفت من همه طوره در خدمت گذاری حاضرم. مثل این است که شما از خوانین و اعیان اطراف هستید و میل ندارید خودتان در کوچه و بازار بگردید. سفتر گفت همینطور است که میگویید فعلا خدا حافظ سفتر با غذای شب خود به طرف معمنی که از صبح در نظر گرفته بود به راه افتاد این معمن همان منزلی بود که سفتر کلیدش را از خیلی قدیم در جیب خود داشت هر وقت میخواست به اموالش دستوری دهد به این خانه میآمد و یک بار هم معصومه را در آنجا زندانی کرده بود به محض اینکه وارد کوچه شد روشنایی بالای خانه منزل مورد نظر سفتر توجه وی را جلب کرد و با خود گفت یعنی چه؟ اینجا چراغ می سوزد؟ این منزلی بود که هیچ وقت کسی جرعت نمی کرد داخلش شود صاحب اصلی آن را من با هزار بازی از اینجا بیرون کردم چقدر شبها سنگ به در و دیوار این خانه زدم و چه صداهای عجیب و غریبی که در اطراف خانه بلند کردم و چقدر اساسیه آنها را جابجا جا کردم تا مطمئن شدن که حتما از ما بهتران و اجنه در اینجا سکناد دارند حالا چطور شده که مراجعت کردیان؟ معلوم می شود درهای امید از همه طرف به روی من بسته شده اینجا دیگر آخرین پناهگاه و معمن من بود با این افکار نزدیک خانه شد و چون فکر کرد صاحبان اصلی منزل دوباره مراجعت کرده اند برای اینکه آنها را بترساند و مجددا فراری دهد چند ریگ بزرگ و کوچک از زمین جمع کرد و یکی بعد از دیگری به طرف اتاقی که چراغ در آن میسوخ پرتاب کرد زاوی بیچاره درد میکشید و از شدت درد ناله می کرد و ناخونهای خود را به لحافی که رویش افتاده بود فرو می برد. از خدا و مقدسین استمداد می کرد ناگاه حس کرد که از بالای شیشه شکسته پنجره فوقانی اتاق چیزی به داخل پرتاب شد درست روی دست وی افتاد در آن حال زارشه ای که به داخل دستش افتاده بود جلوی چشم برد و دید سنگ ریزه که روی دست او افتاده سنگ دومی و سومی بزرگتر و کوچکتر متوالیان به داخل اتاق می افتادن. ترس عجیبی گریبانگیر زاعوی بد شد با خود میگفت خدایا اینها دیگر چیز چرا سنگ به داخل اتاق می ریزد از خیلی قدیم از مادرش و از پیرزنهای محله شنیده بود که زاو زا وقتی تنها باشد آل به سراغش می آید. این فکر با تمام اشکالش جلوی چشم او مجسم شد از ترس ناله کردن و فریاد زدن را از یاد برد سرش را زیر لحاف کرد و در دل شروع به نظر و نیاز کرد اما سنگ باران تمام نمیشد و او خیلی خوب افتادن سنگ ها را روی لحافش احساس می کرد که یک مرتبه صدای آشنایی که از او احوال پرسی می کرد به گوشش خورد این کبرا بود که وارد اتاق شد و پشت سر هم او را صدا می زد رقیه بی نوا با ترس و لرز لحاف را از روی صورتش عقب زد و تا چشمش به صورت کبرا افتاد گریه را سر داد کبرا گفت چه خبر است چرا گریه می کنی دختر جان رقیه گفت خیلی میترسم. یک ساعت است که مرتبا اتاق سنگ باران می شود کبرا گفت حتما خیالات به سرت زده تنهایی برای آدم فکر میآورد. آورد رقیه گفت نخال کوبرا خیالات نیست ببین اینها سنگ هایی هستند که به داخل اتاق پرتاب شدن کوبرا سمنه این که سنگ ها را نگاه میکرد و از این دست به آن دست میداد با خود فکر می کرد که این سنگ ها از کجا آمدهن. او هم زیاد خرافاتی بود و هر وقت داخل این خانه میشد به یاد چیزهایی که از در و همسایه ها شنیده بود میافتاد بی اختیار می لرزید حالا که دیگر دلیل کافی هم داشت با خود فکر کرد که حتما آنچه راجع به این خانه شنیده از درست است در دل هزاران لعنت به مسومه و نازنین فرستاد که او را دچار این همه دغمسه و مصیبت کردیان چون رهایی از این منزل ترسناک را موکول به خاتمه یک کار دانست دل به دریا زد و, و با اینکه زبان خودش از ترس بند آمده بود شروع به دلداری و احوال پرسی از رقیه کرد فهمید که تا یکی دو ساعت دیگر نوزاد متولد خواهد شد چون از این موضوع اطمینان یافت با عجله از جا بلند شد و لا حالا ولا گویان از پله ها پایین آمد و از حیات خارج شد از عجله و شتابی که داشت فراموش کرد در حیات را طبق معمول ببندد و قفل کند کبرا فراشی را که همراهش بود به دستور معصوم مقابل منزل حاجی ابوالقاسم گذاشته و خودش به اقامتگاه رقیه آمده بود حالا نیز خیال داشت که فراش را دنبال معصومه بفرستد و به او خبر دهد که زودتر خودش را برساند سفتر که ورود کبرا را به منزل دیده و خودش را در پناه دیوار کشیده و مراقب بود وقتی خروج کبرا را از منزل دید و متوجه شد که در به حیات بازمانده بدون توجه به عاقبت کار به طرف خانه رفت. خیلی آهسته داخل شد و با کمی تفتیش فهمید که در طبقه پایین و زیر زمین ها کسی نیست. به همین جهت داخل یکی از زیر زمین ها شده و شمع کوچکی که در جیب داشت بیرون آورد و روشن کرد. با مختصر زحمت خوابگاهی برای خودش ترتیب داد و گفت با اینکه این خوابگاه زیاد خوب نیست و بالا پوشی غیر از این پوشالها و کاه ندارم ولی هرچه باشد از زندان دیوان خانه بهتر است خیال نمی کنم کسی از اهل خانه جرأت ورود به این زیرزمین را داشته باشد فعلا امشب را بگذرانم برای فردا هم خدا بزرگ است یا همینجا می مانم و به همین ترتیب که یک دفعه این خانه را تصاحب خواهم کرد و باز هم صاحب خانه می شوم یا محل دیگری را پیدا می کنم آن وقت با خیال راحت سفره نانش را باز کرد و مشغول خوردن شد معصومه وقتی کبرا را نزد روغی فرستاد فکر کرد که بایستی امشب را هم تا صبح بیدار باشد پس بهتر از ساعتی بخوابد و خود را برای بیداری شب آماده سازد این بود که به یکی از خدمتکارهای محرم خود سفارش کرد وقتی خبری از کبرا رسید زود او را بیدار کند و خودش در یکی از اتاقهای پایین دراز کشیده بود وقتی کلفتی که موازی به آمدن فراش و آوردن پیغام کبرا بود او را بیدار کرد خود محسوم هم نمی چقدر خوابیده. وقتی مسومه سراسیمه از جا بلند شد و از در مخفی امارت بیرون آمد فراش به او گفت شما را فورا خواستی هن. دیگر فرصت نکرد نزد نازنین برود و رفتن خود را به او بگوید. به علاوه با خود گفت بیدار کردن نازنین سمری ندارد او خوب است وقتی بیدار می شود یک بچه یک کوچک در کنار خود ببیند و قطعا از این موضوع خیلی خوشحال می شود به همین جهت از همون جا با فراش راه افتاد و خبر نداشت که جهانگیر وارد اتاق نازنین شده و کنار بستر اون نشسته مسافت بین حکومتی و منزل حاجی به سرعت تی شد معصومه وارد منزل حاجی ابوالقاسم شد و چون کبرا را در انتظار خود یاف شروع به قر زدن کرد که چرا زا او را تنها گذاشته و خودش در آنجا مانده است کبرا جریان را از اول تا آخر برای او شهر داد و ترس خود را نیز گفت معصومه از شنیدن این داستان به فکر فرو رفت و هر قد خاص علت را درک کند نتوانست ناگاه فکری به خاطرش آمد و زیر لب گفت مثل اینکه خدا با ما همراه است و وسایل همه کارها را فراهم می کند. من همه اش در فکر این بودم که جواب رقیه را چه بدهم. الحمدلله که این موضوع هم خودش درست شد. بلند شو خواهر پاشو برویم که وقت می گذرد. دو خواهر آهسته از در خارج شدن و از جلوی چشمای خابالود فراش که در انتظار معصوم روی سکوی در حیات نشسته بود به طرف خانه رقیه رفتند. زا او در آخرین لحظات فارغ شدن بود که مسومه و کبرا وارد اتاق شدند با شتاب زیاد در دو طرف زن نشستن بالاخره بچه به دنیا آمد صدای ونگ ونگ نوزاد به گوش مادرش رسید و تبسمی آشکار بر لب او نقش بست معصومه یک استکان جلوی دهان او گرفت و گفت دخترم وظیفه ما خدمت به توست آنقدر خودت را زحمت نده این تربت را به نیت شفا بخور زاوی بیچاره که تا آن وقت قوا و هوش و حواسش کاملا خوب و بجا بود با کمال میل محلولی را که داخل استکان بود نوشید اما نفهمید چطور شد که یک مرتبه سنگینی بی در مغز و چشم و گوش و زبان خود احساس کرد اول زبانش از کار افتاد و پس از آن گوشهایش سنگین شد و بالاخره پلکهای چشمش بر روی هم افتاد و در خواب سنگینی فرو رفت معصومه وقتی دو سه مرتبه او را تکان داد و مطمئن شد که دیگر چیزی نمیفهمد بچه را داخل پارچه ای که همراه آورده بود پیچید. در آخرین لحظه دو سه قطره از محلولی که ته استکان باقی مانده بود به گلویش ریخت و گفت به نظرم کارها تمام شد مادر که تا فردا صبح از خواب بیدار نمی شود از این بچه هم تا وقتی که ما کنار رخت خواب نازنین برسیم صدایی بلند نمی شود. بلند شد زودتر خودمان را به حکومتی برسانیم قسمت بیشتر کارها مانده بریدن ناف بچه و پوشاندن لباس و کارهای دیگر باید در آنجا انجام شود کبرا گفت وقتی که این زن بیچاره بیدار می شود چه حالی پیدا می کند او بچه خود را می خواهد چه جوابی باید به او داد معصومه گفت اولا فردا صبح زود ما باید بیاییم اینجا وقتی هم زن بیدار شد و بچه خود را خواست جوابش با من مگر نه اینکه این خانه سنگین است باید گفت آل بچه تو را برده کبرا گفت خواهر حقا که تو استاد شیطان هستی اما اگر قانع نشد چه باید کرد معصومه گفت چه حرف ها میزنی خواهر جان پول همه کس را ساکت میکند برخیز برویم ماه تازه از پشت کوه بیرون آمده و عشعه کمرنگ خود را به زمین می فرست داد. دو خواهر دست هم را گرفته و از پله ها پایین آمدند و برای باز کردن در مدتی معطل شدند. سفتر که تا آن وقت خرچه کرده بود به علت سرما و ناراحتی جا خوابش نبرده بود از سوراخ‌های کاشی پنجره زیرزمین به صدای در متوجه داخل حیات شد. در سایه روشن ماهتاب هیکل زنی آشنا را مشاهده کرد یکی ای خورد و از جا بلند شد و با دقت تمام مشغول تماشا شد ولی در همین موقع در باز شد و آن دو نفر از خانه خارج شدند و سفتر را غرق در دریای تفکر باقی گذاشتند وی با خود می گفت من این زن را جای دیگری هم دیده ام چشمهای من ولو خسته هم باشند و هوا هم تاریک باشد اشتباه نمی کند حتما باید بفهمم اینها کیستن قطعا صاحبان اولیه نیستن این رفت و آمد ها نشانه این است که قضایای مهرمانه ای در این خانه صورت میگیرد. نازنین در خواب سنگینی فرو رفته بود معلوم نبود چه خوابی می بیند که انقدر مسترب و مشوش است حرکت دست او و الفاظ نامفهومی که از لبانش خارج میشد نشان میداد که در عالم رویا با صحنه نامطبوعی مواجه است جهانگیر آهسته خود را کنار بستر او رسانید و خیلی آهسته دستش را روی پیشانی وی گذاشت و محو تماشای صورت زیبای معشوق شد راستی نازنین در این موقع قیافه ای داشت که دل از بیهسترین اشخاص می رو بود چه رسید به جهانگیر که شب و روز در آتش عشق او می اثر دست جهانگیر به روی پیشانی نازنین هرچه بود چشمان او را از هم گشود و چون جهانگیر را بالای سر خود دید تصور کرد که هنوز هم در خواب است و این منظره هم دنبال رویای اوست ولی صدای بم جهانگیر او را از این اشتباه بیرون آورد و به او فهمان که برعکس تصورش با حقیقت سر و کار دارد و باز هم این شاهزاده سمج است که به سراغ او آمده به اجبار و با اکراه تمام لبخندی بر لب راند و آهسته گفت باز هم شما جهانگیر گفت بله باز هم من خیلی تعجب می کنید نازنین گفت نه تعجب نمی کنم ولی از بیباکی و بی احتیاطی شما به جان خود می ترسم جهانگیر گفت ترس نداشته باشید فقط به من بگویید این دیگر چه نمایشی است اینطور شنیدم که امشب شما وضع حملتان می شود آیا حقیقت دارد نازنین گفت این موضوع درست است ولی قرار نبود شما به جزئیات کار من کار داشته باشید جهانگیر گفت ببین خانم تا حالا هر مرا فریب داده ای کافی است من امشب که این خبر را شنیدم به فکر افتادم قطعا شما بچه دار خواهید شد آن وقت به خود گفتم تا حالا که گرفتاری داشتید با من اینطور معامله می کردید فردا که خرتان از پل می چه خواهید کرد به طور مسلم من دیگر حریف شما نخواهم شد این است که آمده هم قول و قرار خودمان را امشب کامل کنیم نازنین گفت به چه ترتیب قرار دادمان را کامل کنیم مگر شما به من اطمینان ندارید جهانگیر گفت راست بگویم خیر هیچ اطمینانی ندارم نازنین گفت چطور می توانم شما را مطمئن کنم جهانگیر گفت کاری ندارد من فکرش را کرده ام هم. شما همین امشب یک قرار داده کتبی می نویسید و به من می سپارید این قلمدان و این هم کاغذ نازن این گفت شما مرا خیلی اذیت می کنید حالا بفرمایید چه باید بنویسم جهانگیر گفت هیچ فقط در چند سطر اقرار می کنید که شما از حضرت والا دایی جانم حامل نشده و بچه ای که دارید متعلق به ایشان نیست رنگ از روی نازنین پرید و لبانش به لرز افتاد و گفت شاهزاده شما خیلی بیرحم هستید من چطور می توانم سند قتل خودم را به دست شما دهم از کجا که پس از اینکه من به عهد خود هم وفا کردم شما از این نوشته سوء استفاده نکنید جهانگیر گفت مطمئن باشید اولین دفعه ای که من شما را در آغوش خود ببینم این کاغذ را به شما پس خواهم داد نازنین گفت این خیلی سخت است حضرت والا رحم داشته باشید به دختر بی پشت و پناهی که هیچ کس را ندارد رحم کنید من قول می دهم که خودم را در اختیار شما بگذارم اما نوشتن چنین کاغذی برایم مقدور نیست جهانگیر گفت همین است که گفتم و اگر قبول نکنید همین است سای چند نفر مأمور دور برای امارت میگذارم و جریان را هم بلافاصله فاصله به حضرت والا می نویسم. نازنین دچار وضعیتی شده بود که به وسب نمی آمد هر قطع فکر کرد و زیر و روی کار را سنجید نتوانست خود را حاضر به دادن آن نوشته کند و همینطور که چشمش را روی هم گذاشته بود و فکر می کرد گفت نه نمیتوانم قدرت این کار را ندارم جهانگیر که تهدید خود را مؤثر یافته بود از جا بلند شد و گفت خیلی خوب پس من میروم و از این به بعد دیگر هیچ کاری با هم نخواهیم داشت جهانگیر میخواست از در خارج شود که نازنین گفت نه نروید بیایید بنشینید می بگویید چه باید بنویسم لبخند پیروزمندان ای برلبان جهانگیر نقش بست و در حالی که دو مرتبه به سر جای خود بر گشت گفت معلوم است که عاقل شده اید این کاغذ را بگیرید این هم قلم هرچه میگویم بنویسید نازنین تکه به بالش داده بود قلم در دستش میلرزید و قلبش طوری می که صدای آن به گوش جهانگیر می رسید. سپس گفت بفرمایید چه بنویسم. جهانگیر که بالاخره توانسته بود حریف را به زانو درآورد از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. در مغز خود عبارات را پس و پیش می کرد تا عبارتی محکم تر و قاطع تر پیدا کند که نازنین هیچ وقت نتواند خود را از چنگ او رهایی دهد. بالاخره با لحنی که تحکم و امر از آن آشکار بود گفت بنویسید من اقرار می کنم که هیچ وقت از حضرت والا شاهزاده جلال الدین میرزا حاکم فارس دارای اولاد نشده و نخواهم شد همانطور که مشهور و معروف از شاهزاده عقیم است و نمیتواند صاحب اولاد شود سخن جهانگیر که به اینجا رسید قلم نازنین روی کاغذ ایستاد با آهنگی آجزانه گفت جهانگیر میرزا رحم کنید هرچه بگویید می نویسم، اما این عبارت آخر حکم قتل من است شما دایی خود را می و می دانید که چقدر او از این موضوع که بگویند او عقیم از نفرت دارد شما را به خدا از این کار بگذارید جهانگیر گفت همین است که گفتم به علاوه این کاغذی است که فقط در دست من می ماند تا موقعی که شما با من راه بیایید یقین داشته باشید که این کاغذ در نزد من محفوظ خواهد بود برای خاطر شما قبول می کنم که در اولین مرتبه ای که تقاضای مرا قبول کردید و تسلیم من شدید کاغذ شما را برگردانم از اصا هم حاضرم از گرفتن کاغذ صرف نظر کنم در صورتی نازنین دید که کار دارد به جای باریک می کشد. اگر قدری بیشتر مقاومت کند ممکن است وضع بدتر شود و آتش شهوت جوانک هوسباز که تا به حال زیر خاکستر خجالت و ملاحظه مخفی شده شعل ور شود و دامنه ی توقعات او توسعه پیدا کند با عجله و استراب محسوسی گفت نه نه این حرف را نزنید هر کاری جایی دارد و من ابدا در صدد فریب دادن شما نیستم برای اطمینان شما همینطور که میگویید خواهم نوشت ولی شما هم قول دهید که نوشته مرا محفوظ خواهید داشت جهانگیر گفت مطمئن باشید که نوشته شما را چون عزیزترین اسناد قیمتی حفظ خواهم کرد نازنین با دستی لرزان تر از اول نوشته را تمام کرد چون خواست کاغذ را به دست جهانگیر دهد هیاهو و جار و جنجال بی سابقه ای از بیرون امارت به گوش رسید توجه هر دوی آنها را جلب کرد به فاصله چند لحظه صدای پای شخصی که از پله ها بالا می آمد و معلوم بود که عجله زیادی برای رساندن خود دارد بلند شد این گوهر آقا بود که پله ها را ستا یکی کرده و خود را به به اتاق رسانید و پرده را بالا زد و با صدای خفه ای گفت حضرت والا زود فرار کنید فرار کنید که وقت تنگی است جهانگیر گفت چه خبر شده چه اتفاقی افتاده گوهر آقا گفت حضرت والا حاکم تشریف آوردن از سائم به اینجا وارد می شوند برخیز معطل چه هستید خاجه بیچاره نمیدانست چه بگوید و چه کند جهانگیر هم که به شنیدن خبر ورود شاهزاده دست و پایش را گم کرده و خود را باخته بود دست کمی از او نداشت نگاه خود را به اطراف انداخت و مثل اینکه راه چاره ای می جست نازنین با تمام استرابش حس می کرد که خداوند به او کمک کرده و در این لحظه حساس به فریادش رسیده این بود که به علامت استفهام به جهانگیر می نگریست نگاه های هر دو نفر روی هم ثابت شد و بلا تکلیف و حیران به هم نگاه می کردن و معلوم بود که هر یک از دیگری کس به تکلیف کرده و استمداد می کند وقت تنگ بود و بایستی تصمیمی گرفت نازنین قبل از هر کار قلمدان را زیر تشک مخفی کرد و آهسته کاغذی را که در دستش مچاله کرد و زیر بالش خود گذاشت بالاخره جهانگیر طاقت نیاورد و با لحنی که التماس و درخواست کاملا در آن آشکار بود گفت چه باید کرد من چه کار کنم نازنین گفت هر چه زودتر فرار کنید جهانگیر گفت میترسم وسط راه با شاهزاده برخورد کنم نازنین گفت اشکالی ندارد بگویید شنیدم شما تشریف فرما شدید و به این طرف می آیید تا نیاورده برای زیارت شما آمدم برخیزید و زود همین کار را بکنید علاج دیگری نداری تنها راه چاره همین است جهانگیر در چند لحظه حس کرد که جز آنچه نازنین میگوید راهی در پیش ندارد از جا بلند شد و با قدم های لرزانی از اتاق بیرون آمد در آن لحظه همه چیز را از یاد برده بود و هیچ نمیفهمید برای چه آمده بود و چه منظوری داشت هنوز گوهر آقا وسط ایوان به این طرف و آن طرف میدوید و از خدا و ائمه کمک میخواست کلفت ها هم که صدای حیاهو را شنیده و نور فانوس ها و چراخ را که به طرف مسیر شاهزاده میبرند میدیدند تک تک از اتاقهایشان بیرون آمده و منتظر بودند. بالاخره جهانگیر تصمیم خود را گرفت و به گوهر آقا گفت بیفت جلو برویم گوهر آقا گفت من کجا بیایم قربان جهانگیر گفت معطل نکن راه بیفت و چون خاجه بیچاره مردد بود جهانگیر پشت گردن او را گرفته و او را به جلو راند. یک فانوس بزرگ روی سکوی جلوی امارت می سخت. جهانگیر همینطور که گوهر آقا را جلو می برد فانوس را برداشته به دست او داد. تازه آن و خاجه فهمید که منظور جهانگیر چیست ولی از ترس اینکه شاهزاده او را با جهانگیر ببیند زبانش بند آمده بود. خوشبختانه به سرعت از در امارت بیرون رفتن و از ناحیه خطر دور شدند. هنوز شاهزاده به امارت نرسیده بود و این حسن تصادف برای جهانگیر مدیون امینه و شمس آفاق بود. به این ترتیب که وقتی شاهزاده وارد محوت حرم سرا شد از شدت علاقه ای که به نازنین داشت یک سره به طرف امارت او حرکت کرد. ولی امارت شمس آفاق سر راه بود. امینه و شمس آفاق زودتر از همه از ورود شاهزاده مطلع شدند و چون شمس آفاق رفتن مستقیم شاهزاده را به امارت نازنین حدس میزد و این موضوع را برای خود غیر قابل تحمل میدانست متوسل به امینه شد امینه هم فورا منقل نقر را پر از آتش کرده با مقداری اسفند و کندور و گلاب به همراهی چند خاجه و عده زیادی کلفت جلوی راه شاهزاده صف بستند. شاهزاده وقتی این گروه را در بین فانوس های متعدد مشاهده کرد ناچار توقف کرد خواهی نخواهی و به طور اجبار وارد امارت شمس آفاق که تا پایین پله ها و وسط سحن حیات به استقبال او آمده بود شد در داخل امارت صدای حیاهو و جار و جنجال و شاد خدمه به آسمان رفت اینها همان صداهایی بود که به گوش جهانگیر و نازنین رسید گوهر آقا رفتن شاهزاده را به امارت شمس آفاق ندیده بود فقط خبر ورود او را از یکی از فراش ها شنیده و خود را با عجله رسانده و خبر داده بود جهانگیر قدری سر و وضع خود را مرتب کرد و به گوهر آقا گفت از وسط خیابان های باغ برو که جلوی راه شاهزاده سر در بیاوری شعاع فانوس هایی که جلوی حیات شمس آفاق در دست خاجه میسوخ از دور به چشم می رسید. گوهر نیز در جلوی جهانگیر به آن سمت رفت و چون به جمع خاجه ها و کلفت ها رسیدن آنها را در انتظار مشاهده کردند. شاهزاده هنگام ورود به امارت به صدای بلند گفته بود دنیای کتاب صوتی